تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با واکنش‌های جریان‌های سیاسی در کشور روبرو شده است. چنانکه محور مردم افغانستان تأخیر را در انتخابات ریاست جمهوری فرصت برای مهندسی این انتخابات می‌گوید. بیش از این که انجام اصلاحات در کمیسیون باشد، زمینه سازی برای دخالت و مهندسی در انتخابات ریاست جمهوری است. اگر بحث اصلاحات مطرح باشد، حکومت وحدت ملی بسیار وقت داشت که اصلاحات را باید در کمیسیون انتخابات و در نظام انتخاباتی افغانستان به وجود می آورد. همزمان با این جریان سیاسی وفاق ملی نیز از پیامدهای بد تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار می دهد و از بی برنامگی ها در کارهای انتخاباتی انتقاد می کند. مردم افغانستان نگران هستند که واقعا با این کمیسیون و با این حکومت و در یک خلای قانونی چطور می تواند که این انتخابات به سر برسد و مردم نتیجه انتخابات را قبول کنند. از سوی هم دفتر رسانه‌های محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی پیشین، تأخیر در برگزاری این انتخابات را باعث افزایش بی‌باوری مردم به انتخابات می‌داند. د 1399 کال د جوزا پر اوله د ملی والی حکومت د کار میاد یا موده پوره کیږي. په کار د دې لپاره چې په ملک بحران لوی نشي، د ملی والی حکومت مشران په خپل خوخه له دندو ګوښه شي. در این میان ارک تعیین تاریخ انتخابات را از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید و میافزاید که حکومت در تصمیم این کمیسیون هیچ دخالتی ندارد، چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر آن تاکید می‌ورزد. درس هایی که از 28-29 آموختیم ما با وقت نیاز داشتیم و این موضوع را با جمع حکومت، با جمع دونرها، با جمع احزاب و بزرگای سیاسی این مملکت صحبت ها کردیم، مشوره کردیم. جریان های سیاسی کشور بدین باورند که اگر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون های انتخاباتی و نظام انتخاباتی اصلاحات به میان نیاید، انتخابات ریاست جمهوری نیز با نابسامانی های بسیاری روبرو خواهد شد.